روز چهارشنبه 12 تیر 98 روحانی در صحبت‌هایی که داشت بار دیگر میزان وحشت خود و نظامش را از قیام مردم به روشنی نشان داد. با وجود گذشت چند روز از آن سخنان، اما دلسوختگی روحانی از قیام کماکان تازه می نماید. روزنامه ارگان دولت موسوم به ایران در مقاله‌ای با اشاره به سخنان روحانی نوشت: روحانی سالهای فعالیت دولت خود را به دو دوره تقسیم کرد که نقطه عطف آن در اعتراضات دیماه 96 قرار داشت. به این اعتبار ایشان آن حوادث را سرسلسله رویدادهای دومینوواری دانست که به وضعیت فعلی کشور انجامیده است. منظور از وضعیت فعلی البته در همشکستگی دولت و شکستگی نظام، انزوای خفه کننده بین‌المللی دیکتاتوری حاکم و البته اعتلای روزافزون مقاومت مردم ایران است. روزنامه ارگان دولت در ادامه سوز و گدازش از قیام مردم نوشته است: حوادث دی 96 در کنار ابعاد مختلف داخلی خود دارای پیامدهایی در عرصه بین‌المللی نیز بود که در تحلیل روحانی از اثرگذاری آن بر وضعیت امروز کشور مد نظر است. واقعیت آن است که حوادث دی 96 از دیدگاه ناظران خارجی و به ویژه کشورها و جریانهای معاند نظام جمهوری اسلامی به معنای به وجود آمدن شکاف جدی میان دولت و ملت ایران بود. روزنامه ارگان روحانی اضافه کرده است: آنها، یعنی کشورهای خارجی، بر اساس همین تحلیل سعی می‌کردند روش‌های خودشان را در مواجهه با نظام سیاسی حاکم تغییر دهند. زیرا آن تصور خیالی که می‌شود جمهوری اسلامی را از درون به زانو درآورد، یک بار دیگر در ذهنشان جان گرفته بود. اجرایی شدن تصمیم ترامپ درباره خروج از برجام و تشدید فشارهای اقتصادی به وسیله تحریم‌ها ناشی از همین تحلیل و تصور بود. این روزنامه در انتها با تایید ضمنی واقعی بودن تحلیل ناظران خارجی تلاش می‌کند سهم باند خود از قدرت و ثروت به سرقت رفته مردم ایران را به باند رقیب یادآوری کند. غافل از آن که به قول مردم در همان دومین روز آن قیام، آن داستان تکراری اصلاح طلب و اصولگرا سوخت و به قول مردم دیگه تموم ماجرا بود.